سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر دو روز پیش اسامی 37 نویسنده و روزنامه نگار را از 19 کشور دنیا اعلام کرد که شایسته دریافت جایزه هلمن همت هستند. جایزه هلمن همت از سال 1990 به یاد بوده لیلیان هلمن، نمایشنامه نویس آمریکایی و دوست و همراهش دشیل همت، رمان نویس آمریکایی پایگذاری شده است. این جایزه زیر نظر سازمان دیدبان حقوق بشر به نویسندگانی اهدا میشه که به خاطر ابراز دیدگاه‌های مخالف، انتقاد از مقام‌ها یا اقدامات حکومتی، همچنین گزارش موضوعاتی که حکومت با انتشار اونها مخالفه، مجازات میشن. این جایزه به نویسندگانی در سطح جهان اعطا میشه که قربانی اذیت، آزار سیاسی و سانسور میشن. اونها علاوه بر تجربیاتی که خودشون داشتن، نماینده تعداد بیشماری از نویسندگان و روزنامه‌نگارانی هستند که زندگی شخصی و حرفه‌ای اونها در نتیجه سیاست‌های سرکوبگرایانه دولتی در محدود کردن حوزه‌های بیان و نشر آسیب، شاید بگیم جدی، دیده. در میان 37 نویسنده انتخاب شده از 19 کشور دنیا، نام آرش سیگارچی از ایران به چشم میخوره. آرش سیگارچی روزنامه نگار 31 ساله ایرانی هست که برای دومین بار این جایزه به اون تعلق میگیره. آقای سیگارچی که کار خبرنگاری رو از 18 سالگی شروع کرد، در ابتدای دهه 80 سردبیر یک روزنامه محلی در شمال ایران بود و در عین حال با روزنامه های سراسری و خبرگزاری های چون ایلنا هم همکاری داشت. جمهوری اسلامی در اواخر سال 83 آرش سیگارچی رو به واسطه فعالیت های مطبوعاتیش ابتدا به 14 سال و سپس به 3 سال زندان محکوم کرد که حضور او در زندان با دو واقعه مهم برای اون همراه شد. در اولین هفته های زندانی شدنش، برادر هنرمندش اشکان سیگارچی رو در یک سانحه تصادف رانندگی از دست داد و چندی بعد خودش در زندان به بیماری سرطان زبان دچار شد. آقای سیگارچی چندی بعد با بهبود نسبی از ایران خارج شد و فعالیت روزنامه نگاری خودش رو دنبال کرد. ابتدا در روزنامه اینترنتی روز آنلاین کار کرد و از فروردین ماه امسال به مجموعه بخش فارسی صدای آمریکا پیوسته. البته این رو من باید اشاره کنم که در سالهای اخیر چهره‌های مثل هوشنگ گلشیری، تقی رحمانی، علی اشرف درویشیان و شهرام رفیع‌زاده از ایران هم این جایزه رو کسب کردن. الان آقای سیگارچی پیش من هستن و من میخوام ایشون دوباره تبریکی بگم. تبریک مرسی از شما. متشکرم. همیشه ما رو مشمول حال لطفتون میکنید و از این بابت ممنونم. تمنا میکنم. خودتون، زندگی خودتون، فعالیت های خودتون به هر جهت، ما در مورد خود شما داریم صحبت میکنیم، چیز بیشتری نمیگیم. مرسی. من میدونم بسیاری هم دوست دارن که به شما تبریک بگن دریافت این جایزه رو، جایزه هلمن همت رو، و من اگر دوست داشته باشین یه مقدار البته در مورد این جایزه صحبت کردم، ولی از زبان خودتون بشنویم که این جایزه چیست و به چه کسانی تعلق میگیره. والا واقعیت این جایزه همونطوری که تو بیانیه و اطلاعیه که معرفی شدگان رو معرفی میکنن توضیح میدن، دو نمایشنامه نویس و نویسنده شهیر امریکایی در اواخر دهه 80 یک ملکی که داشتن رو در اختیار سازمان دیدبان حقوق بشر قرار دادن و اونها هر سال عده زیادی از روزنامه‌نگاران و نویسندگان البته که در کشورهای خودشون با مشکل آزادی بیان و سانسور مواجه هستن رو شناسایی میکنن، انتخاب میکنن و معرفی میکنن به عنوان برگزیدگان جایزه موسوم به جایزه هلمن همت. و خب این شانس و این اقبال رو من داشتم که برای دومین بار بعد از سال 2006 در سال 2009 هم از ایران به عنوان یکی از برگزیدگان باشم و این افتخاری بود برای من و خیلی خوشحالم. البته اجازه بدید یه توضیح شخصی میخوام بدم. اونم این که دوره قبل که خانم آدمیده این جایزه رو به من تعلق گرفت، زمانی بود که در خلال زندان و بیماری و اینها بود و خیلی اون روزها خوشحال میشدم و اون خانمی که از امریکا تا از نیویورک تماس گرفته بود ایران به من خبرش رو بده، به من میگفت تو مصداق بسیار خیلی تیپی که این جایزه هستی، کسی که به خاطر مبارزه برای آزادی بیان اینها رفته زندان، شکنجه شده، آسیب دیده و الان داریم این جایزه رو بهت میدیم. اون موقع خیلی خوشحال شدم، ولی باور کنید هر پیامی که این دو روز گرفتم ته دلم ناراحتم و شرمندم. فکر کنید، واقعا این نکته رو عرض میکنم، به هر حال مردم توی منطقه دارم کار میکنم، تو جایی هستم که اینترنت سانسور نیست، فیلتر نیست، آزادی وجود داره، میتونم بنویسم. من توی یک سال اخیر 500 تا مطلب تو بلاگم نوشتم، در حالی که تو
پنج سال بلاگ نویسی تو ایران به خاطر فشار و سانسور 100 تا مطلب نوشتم و این میتونه یک ترازو مناسبی باشه که آدم بفهمه اونجا آزادی هست یا نه. اما همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم همکارایی هستن که دقیقا مثل اون شرایط دو سال سه سال پیش من رو دارن، یعنی روزنامه‌نگارا و نویسنده‌ای هستن که تحت سانسور هستن، تحت فشار هستن. من باز از شما یه فرصت کوچیک میخوام که یاد کنم از، چون خودم همیشه از روزنامه‌نگاران محلی خودم از اونجا میدونم، از اون پایگاه میدونم، اول یاد کنم از روزنامه‌نگارهای شهرستانی و روزنامه‌نگارهای محلی تو استان‌های مثل آذربایجان‌ها، مثل کردستان، کرمانشاه، خوزستان، سیستان. بچه‌ای هستن که معمول همیشه مثل خیلی چیزهای دیگه هیچ وقت صداشون مثل تهران شنیده نمیشه. دقیقاً. و غیر از اون روزنامه‌نگارهایی هستن که تو خود تهران روزنامه‌نگارهای ملی ما هستن، چهره‌هایی که من میتونم بهشون اشاره بکنم، مثلا آقای عیسی سحرخیز یکی از روزنامه‌نگارهایی هست که الان در زندان کیوان صمیمی، یکی دیگه از روزنامه‌نگارهایی هست که مدت هاست در زندان آقای زیدآبادی، بهمن احمدی عمویی، سعید لیلاس، محمد قوچانی، مسعود باستانی، آقای فیاض زاهد، رضا نوربخش، علی پیرحسینلو، محسن آزموده، آقای مهدی محمودیان، حسین نورانی نژاد، مسعود لواسانی و خانم ها هنگام شهیدی و فریبا پژوه، 16 روزنامه نگاری هستن که در تهران در وقایع اخیر بازداشت هستن و مدام اسمشون رو میشنویم، اخبار نگران کننده در موردشون میشنویم و این احساس میکنم من باید خواستگانه بگم که این جایزه در حقیقت متعلق به اونهاست نه من. البته خب به هر جد تلاش های خودتون هم بوده است به عنوان یک روزنامه نگار به طور فردی و خب جای واقعا تشکر داره و الان شما این جایزه رو میگیرید و میتونید صدای اونها باشید و اسامی اونها رو داشته باشید و بتونید یک بار دیگه بگید که این افراد در زندان هستن. از هنگامه شهیدی گفتید، در اخبار اومده بود که تولد هنگامه شهیدی است و در زندان این تولد رو، مثل آقای سعید لیلاز بلد. که تولدش رو در زندان گرفتن. این روزها انگار به آدم‌های فرهیخته و روشنفکر و روزنامه‌نگارها و فعالان حقوق بشر باید تولدشون رو در زندان‌ها جشن بگیرن. به هر جد تولد هنگامه شهیدی بود که به ایشون هم تبریک می‌گیم که صدای ما رو نمی‌شنوه ولی ما بهش دورادور تبریک می‌گیم. یادتون باشه تو ایام انتخاباتون برنامه های ویژه فکر کنم مهسا امرآبادی بود، یک روز تولدش بود و ما تبریک گفتیم و آزاد شد، که چه خوبه که این دوستانی هم که الان زندان هستن با تولدشون رو پیشا پیش تبریک بگیم، شاید زودتر آزاد بشن. شاید یه جوری باشه هدیه تولدشون رو یه نفر باشه که بهشون بده، اونم آزادیشون باشه انسان. به هر جد. بله، من خیلی دوست دارم یکی دو تا نکته رو با شما صحبت کنم. شما در ارتباط با آزادی صحبت کردین، یه مقایسه هم داشتی در ارتباط با کار خودتون ده. که مثلا من وقتی اینجا هستم الان چجوری دارم کار میکنم، مقایسهش کنم با اونجا چجوری ده. به طور کلی به عنوان یک روزنامه نگار الان وضعیت آزادی بیان رو چجوری میدونید و کار روزنامه نگارا رو چجوری تحلیل میکنید؟ طبیعتا در ایران شرایط خیلی سخت‌تر شده به خاطر اینکه قبلا فقط قوه قضاییه مسئول خودش رو مسئول برخورد با روزنامه نگارها میدونست و محدود میکرد فعالیتاشون رو. در رأس اون هم آقای سعید مرتضوی در دادستانی بود، چه پیش از اون در دادگاه مطبوعات و بعد در دادستانی. از سال 1384 با سرکار اومدن دولت آقای احمدی نژاد این نقش علاوه بر قوه قضاییه بر عهده دولت هم گذاشته شد، یعنی دولت خودش رو به عنوان یکی از متولیان امور مطبوعات زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد خودش رو متولی برخورد با مطبوعات میدونه، سهمیه ها رو قطع میکنه، حیات یک روزنامه ای که در ایران داره انتشار پیدا میکنه به همین کمک های نیمه کمک های دولتی است، اونها رو قطع میکنه، آگهی ها رو میگیره و این فضا رو به گونه ای کرده که مثلا تو هفته های اخیر دو سه تا روزنامه توقیف شده. مشکلشون شاید خیلی سیاسی نبوده، مشکلشون بحث اقتصادی بوده و دولت هم یاد میگه خب اینا خودشون تحتیل کردن، در حالی که واقعیت اینه که دولت به حال یه کمک هایی باید به این مطبوعات بکنه از نظر سخت افزاری، از نظر چاپخونه، امکانات چاپ و اینها، ولی این کارو نمیکنه و به نوعی داره زمین سازی میکنه که این روزنامه ها رو حذف کنه. در مقابل به خبرگزاری و رسانه های خودش کمک وحشتناکی میکنه، مثلا خبرگزاری فارس در هفته های اخیر کمک های میلیاردی گرفته از دولت و این جالبه در روی خودش. بله واقعا. شما فکر می‌کنید چرا اصلا حکومت دست به سانسور می‌زنه؟ نمی‌دونم. واقعیت اینه که به هر حال یک رابطه معناداری حداقل اون کسی که سانسور می‌کنه برای تو ذهن خودش ایجاد می‌کنه بین سانسور و بقای خودش. فکر می‌کنه هر چقدر آزادی بیشتر باشه بقای خودش کمتر میشه. عمدتا حکومت هایی که شبه دیکتاتوری هستن سعی میکنن از این ابزار استفاده کنن برای بقای بیشتر، در حالی که معمولا اینجوری که کشوری که هرچه آزادتر باشه ثبات سیاسی درش بیشتر. دقیقا.
ممنون و سپاسگزارم.